کسانی نیست که حوزه‌ای ما بتونه به زودی تربیت کنه مثل او. او در هر قرنی بلکه چند قرنی یک نفر مثل او میتونه، تو اون مقایسه با این مراجع معمولی نبود، چون علوم دیگه ای داشت که اینها نداشتن و دستش استعداد فوق‌العاده بود، نظیر بوعلی سینا که در زمان خودش النوابق بود در استعداد، او هم در زمان خودش، پدرش هم البته آسد حیدر، آیت الله آسد حیدر، او هم از زمان خود خیلی خوش استعداد بود، دو در فقه اصول و اینها نابغه بود، ولی این هم در فقه اصول و هم در علوم جدید و مکاتب جدید، مکاتب فلسفی و مکاتب اقتصادی جدید نوشت برای خمینی که ما شرایطی که در عراق در ایران بوده و هست غیر شرایطی که در عراق، عراق اون شرایط نداره. اجازه بدید من بیام ایران، حالا حکومت اسلامی رو اول در ایران بیاده کنیم و بعد نوبت عراق برسه، الان موقعش نیست. و او جوابش تلگراف داد، تلگرافی که میدانست انایه دولت اون میرسه از نایه تل با تلگراف جواب داد که شما به جهادت ادامه بده، به زودی این دولت سرنگون میشه، که موجب این مقدمه شد برای اینکه این نابغه از نابغه عالم نابغه اسلامی از اسلام گرفته بشه، که خود بهش با اینکه نمیشه یک مد اینه، یک موجود دیوانه میدانم، یک موجود خودخواه میدانم، که عذابیست به ملت های اسلامی، و خدا هر چه زودتر ریشه بکنه که چقدر خبیثه ما و چقدر ریاکار بود که مدت ها همه رو گول زد. و از مطالبی که من نقل کردم همون فصل اول و دوم گفتار ما که انشاءالله بشنوید، میبینید که چه جنایاتی، اون جنایاتی که ظاهر کرده که ظاهره دار کرده، و اما چه ارتباطاتی که من باش، چقدر من نصیحتش کردم، چقدر من باش صحبت کردم، چقدر من بهش اتمام حجت کردم و هیچ در این پلید تأثیر نکرد و روز به روز به جنایاتش افزود. اون مرحوم آسمان باقر شهید آیت الله سید محمد باقر صدرم بهش نصیحت کرده بود که بابا جان نیست، عراق اینجور نیست که تو خیال میکنی، مر شرایط ایران در عراق نیست، اول حالا عراق ایران رو درست کنیم که عراق تلگراف کرد که نه به جهادت ادامه بده، و منجر شد به اونجا که نباید منجر بشه، که همه میدانند دیگه این فاجعه را، همه این فاجعه مطلع. و بعدم که عراق دید مثلا تا یه اندازه پیش آمده بود، همه باز اینو شنیدن، مرارن رادیو گفت، رادیو از رادیو عراق منتشر شد، اینا گفتن ما چشم داشت بخواه ایران نداریم، بیاید صحبت کنیم با مذاکره، ما برمیگردیم از اون جایی که گرفتیم، برمیگردیم، آتش بس از دادن، همون چند روز بعدش بود دیگه، آتش بس دادن برمیگردیم. بقیهش هم که همه ملت ایران و ملت در چه در خارج کشور چه در داخل کشور، مگر عناد داشته باشن، اگه عناد نشته باشن همه میدانند که عراق از اون وقت که یه مقدار پیش روی کرد، از اون وقت در مقام این برمیمه هست کردم، اشتباهش همین بود که نباید در خاک ایران بیا، همون وقت که آمد گفت من چشم داشت ندارم. باز من در همون بحث هم سریع قرآنه، اگر حتی یکی از که گروه ها تایبه از مسلمان ها، گروه هم مسلمان ها تجاوز کنند بر گروه دیگه، هم بازم باز آتش بس بود بشه، بازم باید جنگ متوقف بشه و کشورهای اسلامی باید پادرمینی کنند و مصالحه بین اینا برقرار کنند. اینها از اول حاضر بودن، از همون اولی که مقدار پیشروی کردن، ولی اون اشتباه کردن، پیشروی کردن، و سریع قرآن هم هست که ولو تجاوز کردن، ولو پیشروی کردن، بازم باز آتش بس بشه. جان بیان کردم اونجا که این طائفتان من المؤمنین تتلو فاصله بینهما، و بیان کردم اگه دو طائفه جنگ کنن، جنگ در صورتی است که یا هر دو متجاوز بشن یا یکی متجاوز بشه، اگه هیچ کدوم متجاوز نبوده که جنگی، من سر مرز خودم، تو سر مرز خودت، تو خونه خودتی، من خونه خودم، جنگ نداریم. من اگه خواستم تجاوز به تو کنم، یا تو به من تجاوز کنی، یا هر دو به هم تجاوز کنیم، اونجا جنگ درست میشه. قرآن صریح در تجاوزه، قتال نمیشه الا با تجاوز، یعنی اگه هر دو متجاوز کنن به هم، یا یکی تجاوز کنه به دیگری، در این دو صورت باید کشورهای اسلامی پادرمیونی کنن و مصالحه بینشون برقرار کنن. بعدش از که فقط اهدام و الان اخرى تجاوز کنی، یعنی قبول نکنه صلح را،
اگه یکی از کشور از این دو دسته قبول نکنن سره، همه باید به او فشار بیارن. این صریح قرآنه و تفاصیل هم رجوع کنید و از نبی اکرم هم روایت شده که دو مسلمون اگه بروی هم شمشیر بکشن ولو یکی یکی رو بکشه، هر دو القاتل و المقتول، هر دو در جهنم القاتل و مقتول. سوال شد خب قاتل معلوم، مقتول گم، مقتول هم حضرت فرمود مقتول هم خب میخواست بکشه، شمشیر کشته بود اون یکی رو بکشه. دو در دو مسلمان نباید بروی هم شمشیر بکشن، ولو یکی تجاوز کنه به دیگری، در عین حال یه دست تجاوز کنن به دیگری، قرآن میفرماد همون در مورد تجاوز هم باید کشورهای اسلامی بدرمینی کنن و مصالحه بینشون برقرار کنن. تا حالا هم تمام سازمان های بین المللی نمیدونم مربوط به همه عالم، مربوط به اون غیر متعهد ها، مربوط به اسلامی ها، اون کنفرانس اسلامی که همه این ها بدرمینی کردن و میبینید الان اون طرفه داره تخلف میکنه. حالا تخلفش به خاطر چیست؟ به خاطر باز هنوز اون مغزشون نازش گچه، مثل این که هنوز خیال میکنن عهد پادشاه بزبزکه. لذا همین اخیرن هم روزن میگن تو رادیوشون همین اخیرن، اون اوایل که اون طاغوت میگم ما باید عراق اول بگیریم دیگه، کار این کشورهای کوچیک اطراف همین خلیج فارس تموم کارشون و عربه اینم میگیریم. و اخیرن هم باز مکررن ای رادیو ایران گفته باشید همینا میگن نه ما باید به عراق پیروز بشیم و پیروزی به عراق. والله العلی العظیم اگه شنیده باشید دیگه قسم هم نمیخواد بپرسید، اگر نشنیدید از ایران باید تلفن کسب اطلاع کنید از اون که رادیو ایران میگیره. در همین رادیو ایران گفتن که پیروز باید به عراق پیروز بشیم و پیروزی ما به عراق تنها پیروزی به عراق نیست، پیروزی به تمام منطقه. پس قصد اینا است که در تمام منطقه از اولم بوده چه عراق حمله میکرد چه عراق حمله نمیکرد، اینا قصدشون بود که منطقه رو بگیرن و یک امپراتوری مثلا اسلامی تشکیل بدن و اینکه انقلابشون در داخل کشور نمونه، که مثال میزدن میگن آب توز بمونه میگنده، اگه انقلابمون در داخل کشور بمونه میگنده، برای نگندیدن انقلابشون از اول قصد تجاوز داشتن. حالا شما ملاحظه کنید ببینید کدوم دسته. البته ایران ربطی به ایران نداره، این حرفا ملت ایران نمیخوان همین دسته. ببینید کدوم دسته اون یک کار بی جایی که این طرف کرد و در خاک ایران آمد بدتر بود، فاجعه انگیزتر بود، یا این چی اموری که قبل از حمله عراق اینو انجام دادن و بلا شک قصدشون این بود. اگه عراق هم حمله میکرد میکرد اینو حمله میکردن، قصدشون گرفتن اینجا بود. این کارهای قبلیشون، فعالیت‌های قبلیشون، آشوب افکنی‌های قبلیشون و دخالت در امور داخلی کردن قبلیشون که حتی گفتن همون چیز قبل از جنگ دیگه، همین شخص ملعون امیر خمینی گفتش که حتی با سربازای عراقی گفت برید بیرون، مثل که به ایران میگفت این همون تبلیغات رو در رادیو نسبت به عراق انجام میدن. سالنامه های 7000 ساله آریای میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهان تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.